تک تک شما عزیزانم به کلیسای هفت خوش آمدید. ستمون رو ببینین چقدر خوشگله. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه هوای کریسمسه. داریم به طرف چی میریم؟ به طرف مسیری میریم که خداوند نیکوییشو در روی زمین آورد که من و تو ببینیم خداوند نیکوست. عیسی مسیح جسم پوشید، آمد روی زمین برای من و تو. این زیبایی ها مال فقط یک ماه دسامبر نیستش، مال تمام ماهای سال هستش. فقط این یک سمبوله که بدون اینکه چقدر دل آدم روشن میشه، چقدر شادی میاد. میخوام بگم به کلیسای هفت خوش آمدید. ممنون هستم که شما مهمانی که بار اول هستید وارد کلیسا شدی، خوش آمد بهت میگم. امروز مطمئنم خداوند برای تو عزیز خدا پیغام داره. امروز وقتی که در دعا بودم، خداوند چه چیزی برای من در نظر داری، داشت اینو میگفت: تو به عنوان یک فرزند چطور به من نگاه میکنی؟ چطور رفتارت، مقامت چطور میبینی؟ خودت رو در من کجا میبینی؟ گفتم خداوند با من صحبت کن. و این آیه رو خدا به من گذاشت، به من داد، برای اینکه بتونیم با همدیگه در موردش بشنویم که من و تویی که در ایمان به مسیح هستیم ببینیم چطور در خداوند مقام داریم. در کتاب افسسیان فصل 4 اینطور میگه: طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده. فروتنی و مهربان باشید، نسبت به یکدیگر بردبار باشید و به سبب محبتی که به همدیگر دارید از خطا و اشتباهات یکدیگر چشم پوشی کنید. سعی کنید همواره متفقاً از روح خدا هدایت شوید تا بتوانید همیشه با هم در صلح و صفا باشید. به نام قوت عیسی مسیح روح القدس، همین امروز در جمع ما قرار بگیر. میخوایم خداوند مقام و شایستگی تو در ما بنشینه، تا فروتنی شکل بگیره، تا یک دلی شکل بگیره، تا بردباری شکل بگیره، تا یاد بگیریم در محبت چطور از خطاها و اشتباهات یکدیگر بگذریم و کنار همدیگه متفقاً در صلح و صفا باشیم. پس این روح القدس در من و ما جاری شد. خداوند به وسیله پرستش به حضور مقدس تو وارد میشیم ای خداوند، تا روح تو جاری بشه و اون چیزی که کلام تو هست ای خداوند بر ما کرده شه. به نام عیسی مسیح.
تبارک خانم تو رو بوده من نام قدوست را با سرودی تازه بله خداوند، هر چقدر مشکلات شخصی، مشکلات جامعه ما بیشتر میشه، خداوند نگاه ما بیشتر به توست خداوند، چون میدونیم گفتی که ملعون است کسی که به انسان توکل کنه، متبارک کسیه که به تو توکل کنه. خداوند چشمای ما بازه که تو جواب تو هستی، نه انسانها، جواب تو هستی، نه خشونتها، تو هستی که با مهربانی و محبت ما رو عوض کردی، جهان رو میخوای عوض کنی، ایران رو میخوای عوض کنی. پس ای خداوند، امروز احتیاجاتمون رو پیش تو میاریم، چون میدونیم ذات تو محبته و قدرت داری و قدرتت رو برای کشتن نه بلکه برای زنده کردن استفاده کردی. قدرتی داری برای برکت دادن نه لعنت کردن، برای مهربانی نه خشونت. ای خداوند، تو به فکر بچه های خود هستی، تو ما رو خلق کردی و ما رو دوست داری، خودت گفتی ای خداوند. پس احتیاجات خودم، احتیاجات خودمون، احتیاجات ایران، احتیاجات عزیزانی که دارن این در این کلیسا شرکت میکنن، خداوند همه احتیاجات رو خداوند زیر صلیب پرمحبت تو میاریم، زیر صلیبی میاریم که تو روی آن برای ما جان دادی، محبت تو ثابت کردی ای خداوند. میگی وقتی که دشمن تو بودیم تو عیسی مسیح رو برای ما قربانی کردی و حالا که فرزندان تو هستیم هیچ چیز نیکو رو از ما من نخواهی کرد. عزیزانم میخوام با من دعا کنید، هر مسئله و مشکلی دارید، با هر چیزی که روبرو هستید نام مسیح را بخوانید. هر که نام مسیح را بخواند نجات خواهد یافت. و با من این دعا رو بکنید، خداوندا چشمای من به انسان نیست، چشمای من به توست خداوند که جواب همه چیز هستی، جواب مشکلات من، جواب دردهای من، جواب تنهایی های من، جواب مریضی های من. خداوند تو هستی عیسی مسیح که آمدی تا شفا بدی، تا نجات بدی، تا مرده رو زنده کنی خداوند. و خداوند با هم شکر میکنیم که تو رو داریم، تویی که ساکت نیستی، تویی که بیکار نیستی، کار میکنی، حرف میزنی، عمل میکنی خداوند. در ما و برای ما عمل کن در نام عیسی مسیح. آمین. در پی قدم های تو مرا نزدیکتر ببر، نه بر در خانه خود بلکه عمیق‌تر ببر. دستم در دستان توست چون از صحنا بگذرم، چه عجیب و حیرت زاست شون در خود صدان و زنم. میشنوم ستایش و فریادش و واسرو، اما مرا جلوتر خون به حضوری پر زنون. خواهم جلالت را بینم از پس پرده خود، چون با خون برهایم کش و گرمانی نخود. میخواهم خود تا که بیغامت دهم، چشمان جانم را بکشم تا مانند حزقیا بینم آن شکوه آسمان پرستشی پر جلال. نه که در بوته آتش یا که در ابری غلیظ، بلکه در عهدت در عیسی روحت را بر من بریز. بگذار پر آتش و غیرتت تا شوم شاهدی همین پرز فیض و حکمتت. میخواهم زیبایی رویت تا بینم،
هللویا. وقتی که بهش میگیم با تمام وجود خود میپرستم نامت را، در پرستشی که میکنیم به خدا داریم در واقع یک پیغام میدیم و میگیم اسمش روشه، خداوند به معنی صاحب و مالکه. و گاهی وقتا شاید این سوال برای ما پیش بیاد، صاحب و مالک چه چیزی؟ او در درجه اول صاحب و مالک قلب ماست، قلبی که روزی در گناه خابیده بود، آلوده بود و سنگ شده بود و او وعده داد که به جای اون قلب سنگی به ما قلب گوشتی خواهد داد، قلبی که مملو از حضور خداست، قلبی که برای او و در او خواهد تپید. و وقتی صاحب ما عیسی باشه، او قادره که ما را در این زندگی پرفراز و نشیب و پر از پیچ و خمهای غیر قابل انتظار و پیشبینی نشده ما را هدایت و رهبری کنه. اگر اختیار قلبمون رو به دست عیسی ندیم، بی کس و کاریم، بی صاحبیم و دنیا نامرادیهاش، سختیهاش و دردهاش ما رو به هر سمت و سوی میکشونه. ولی وقتی صاحب قلب ما اوست، اوست که در غمها و در سختیها تسلی دهنده ماست. امروز ایران عزیز ما در غم از دست دادن فرزندانشه. امروز ایران عزیز ما در فراغ یاران، فرزندان و فرزندان جوان و نسل آیندهشه، بچه هایی که آینده ساز این مملکت بودن. هر روز با این اخباری که از سرزمینمون و از کشورمون میشنویم، دلمون بیشتر به درد میاد که چقدر پدر و مادر داغ دیده، چقدر خواهر و برادر داغ دیده. کسی که دل خدا رو داره نمیگه خب پسر من که سالمه، که اونها هم بچه های ما هستن،
اونا هم خواهر برادرای ما هستن، فرزندان این سرزمینن. ولی امروز خدای قادر مطلق عیسی مسیح میتونه تسلی قلب‌هایی باشه که امروز شکسته و احساس میکنه با آخر خط رسیده. اگر تا به امروز این قلب رو تسلیم نکردی و قلبت بی کس و کاره، عیسی آماده است که صاحب قلب تو بشه و قلب تو رو فتح کنه. و اگر او صاحب قلب توست، امروز بیا با هم دعا کنیم و یک بار دیگه این قلب رو به حضور او ببریم و افسار این قلب رو به دستان او بسپاریم، چون تنها اوست که میتونه تسلی دهنده ما در دردها و در زخم ها باشه. پدر، به اسم عیسی مسیح به حضور مبارک تو آمدیم و از تو ممنونیم که تو ما رو بی کس و کار و یتیم در این دنیای وانفسا قرار ندادی، بلکه ما رو صاحب شدی، ما رو بازخرید کردی و امروز در تو هویت تازه داریم. برای اونهایی که امشب قلبشون رو برای تو باز میکنن و میگن عیسی به قلب من بیا، عیسی تو خدای من باش، عیسی تو پادشاه قلب من باش، امشب قلبم رو به تو تقدیم میکنم، اگر میخوای همین امشب اینو به عیسی بگو، عیسی آماده است، عیسی آماده است که وارد قلبت بشه و عشق بی پایان خودش رو در زندگی تو، در سرتاسر فکر و جسم و روح و روان تو جاری کنه. او رو دعوت کن، اگه نکردی بگو عیسی به قلب من بیا. و شما برادر و خواهر عزیز من که در مسیح هستی، امشب دردهاتو ببر به حضور او و بگو ای روح، ای عیسی، من اومدم، تو گفتی تا من نرم اون تسلی دهنده روح القدس نخواهد اومد. امشب دعوت کن، بذار قوت روح القدس در قلبت کار کنه، بذار خداوند شفا رو جاری کنه در لایه به لایه اون اعماق قلب و دل و جانت. چیزی که من و تو بهش احتیاج داریم لمس خداست، دست خداست، چه بیاد و شفا بده. امشب اجازه بده که خدا در زندگیت کار کنه. تا من و تو اجازه ندیم خدا عمل نمیکنه. او عاشق اینه که در من و تو عمل کنه. آیا من و تو آمادش هستیم؟ به او میگیم لبیک ای خداوند، بیا، بیا به قلب من تسخیر کن، بیا در من تسلی رو بریز، شفا رو بریز، قوت رو بریز، نگاه من رو عوض کن. امروز فرزندان سرزمین من از ما گرفتن، من دعا میکنم تو قلب اون کسانی که با قساوت قلب ماشه ها رو میکشند، قلب اونها رو لمس کنی، که اونها امروز در کنار فرزندان این سرزمین بیستن و دلشون مثل تو پدر آسمانی بتپه و بی تفاوت به سرنوشت جوانان این سرزمین نباشن. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین.
داری سرگشته ای و بی پناهی رو کن به ایسای خدا تا گرد غم از تو زدار وقتی همه درهای باز به روی تو بسته شدن رو کن به ایسای خدا وقتی که غمهای زمان در دل تو بسته شدن رو کن به عیسای خدا او قادر است بار گرانت را بگیرد آرامش و عشق و امید جایش گزین خانی با تو بماند او اگر در وی بمانی عیسی گوید تو را گران باد نزدم بیا میخواند نام تو را بله خداوند همونطور که در سرود گفتیم خداوند به حضور تو میام اگه درها به روی ما بسته شده خداوند امروز به حضور تو میام چون تو پدر سرمدی هستی خداوند تو پدری هستی که خداوند ما رو تنها نمیگذاری امروز اگر خداوند نامید هستیم خدا یا در غم و سختی هستیم خداوند در تنهایی به سر میبریم خداوند در خونه تو رو خداوند میکوبیم چون خداوند تو کسی هستی که خداوند دستهای ما رو میگیری تو خداوند تنهایی های ما رو پر میکنی خداوند تو جیب های خالی رو پر میکنی به طور خاص خدایا بر دلم هستش که برای جوانان کشورم دعا کنم خدایا جوانانی که خداوند شاید امروز در سختی به سر میبرن امروز در مشکلات مالی به سر میبرن برای اون پدری دعا میکنم که خدایا جیبش خالی هستش شرمنده پدر خانواده‌اش هستش خداوند تو تک تک اون عزیزان رو بلند کن خدایا تو قلب اونها رو لمس کن خداوند از تو خداوند میخوایم که به طور خاص اونها رو لمس کنی بهشون قوت بدی امید بدی تمام اینها رو خداوند در نام یگانه فرزندت عیسی مسیح طلبیدم با شکر و سپاس آمین در مصیبت ها و در سختی در طوفان های این دنیا تنها یک چیز مرا آرام است که تو با من هستی ای عیسی باشد مرا هم از هر سو جانم در سختیست دانم نور امید تو شکافنده یه هر تاریکیست تنها امید جانم ایسا ستایم نامت را در هر جا میدانم یک چیز را که توی و در قلبم پادشاه ما محبت بیمانندت پوشانیدی زندگیم را نترسم چون توی سلطانم در هیاهوی این دنیا که افتاده یا که ترسانم دست من در هر وز چیزی ندارم بهرت دهم جز این تنه و جان خستم تسلیده و شفا ببخش با فیض تو گیرم من مرهم تنها امید جانم عیسی ستایم نامت را در
همه ما در سختی هستیم، میدونم که زندگی های ما با چالش های روبرو هست، هیچ وقت هم خدا هیچ قولی رو نداده برای اینکه بخوایم ما چی میگم وقتی مسیحی میشیم بخوایم همه چی گل و بلبل باشه. اتفاقا مگه خدا گفته ما باید با دردی که مسیح کشید ما هم باید صلیب خودمون رو هر روز برداریم و جلو بریم؟ ولی شادی انتخاب شخصی، شادی من و شما انتخابش میکنیم که اون روز شاد باشیم یا نباشیم. به طور مخصوص میخوام برای تک تک جوانان سرزمینم دعا بکنم، برای تمام ایران و ایرانی که خداوند جوان هستن. ای خداوند به طور مخصوص دعا میکنم که غم و دردشون ای خداوند به اسم عیسی مسیح برداری و به شادی تبدیل بکنی. ای خداوند دعا میکنم که هرچه که مانع شده آخه خداوند در غم و درد باشن، ای خداوند برداری و شادی تو در قلب هاشون باشه. ای خداوند روح قدوس تو شادی هستی، تو خدای تسلی دهنده هستی، پس به اسم عیسی مسیح خداوند بخرم شادی و لبخند و به خونه ها بیاره خداوند. و به اسم عیسی مسیح خداوند دعا میکنم که صدای خنده مردم به جای صدای فریادهاشون بلند باشه خداوند. پس به اسم عیسی مسیح خداوند بیا عمل بکن به خاطر نام قدوست، به خاطر نام قدوس یگانه فرزند عیسی مسیح پدر جان. تو بیا، تو بیا دستای زوراور تو به کار ببر خداوند. اگه خداوند میگن که دعا به درد نمیخوره، دعا کار نمیکنه برای اینکه تو خدای قادر مطلق رو نمیشناسن، اگه به خدای حقیقی و خدای درستین دعا بکنن، تو خدایی هستی که دریا رو برای موسی شکافتی، برای قوم بنی اسرائیل شکافتی خداوند و قوم عبور دادی خداوند. پس به اسم عیسی مسیح مردم ایران رو عبور بده، دردهاشون رو بردار و به شادی تبدیل بکن، سالهای ملخ خورده زندگیشون رو خداوند به شادی تبدیل بکن خداوند. اجازه بده از هر جایی که نکاشتن به قوت نام تو مسیح عیسی با شادی درو بکنن، باشه که در قلبشون، در بطن وجودشون شادی جای بگیره خداوند. با شکرگزاری و سپاس در نام مسیح عیسی دعا کردم، آمین. در این قسمت میخوایم که هدایامونو به حضور خداوند ببریم، همونطوری که یسرا جان دعا کرد. خداوند میخوایم در شادی سهیم باشیم و هدایامونو خداوند با شادی به حضور تو میاریم. هر آنچه که هست به نام قوت عیسی مسیح برکت آسمان بر تک تک شما عزیزان قرار بگیره. دستای شما مبارک باشه. هر جایی که قدم میزنید مسح قوت خدا از شما جاری بشه. به هر خونه‌ای که وارد میشید برکت خداوند بر آن خونه وارد بشه. دست شما دست خداوند روی زمین باشه. دعا میکنم که مبارک شده باشید خداوندا. آن چیزی که به حضور مقدس تو وارد میکنیم خداوندا تو برکت بده ای خداوند. میدونم که به ما امانت سپردی، اجازه بده که ما در آن چیزی که به ما امانت سپردی امین بمونیم ای خداوند. پس مبارک کن به نام قوت عیسی مسیح کلیسای خود را.
خداوند است. شاد باش تو ای دوست، شاد باش تو ای دوست، شاد باش تو ای دوست، چون او خداوند است. هللویا تو خداوندی، هللویا شاه شاهانی، هللویا تو خداوندی، هللویا شاه شاهانی. مرسی، خیلی ممنون بچه ها برای پرستش، برای هدایتی که کردید در حضور خداوند. خداوند دعا میکنم همونطور که در پرستش با ما بودی و هستی، در کلامت نیز خداوند وقتی کلامت رو باز میکنیم، خداوند قلبهای خود رو باز میکنیم تا از تو بشنویم. میدونیم جوابها رو تو داری، قدرت نزد توست، محبت حکمت نزد توست خداوند. روی تو را جویا هستیم برای همه چیز، نه فقط مشکلات، برای همه چیز چشمهای ما به توست که حرف بزنی، بگی، دستور بدی، عمل کنی خداوند، چون جوابها رو تو داری. در نام عیسی مسیح این کلام خودت رو برکت بده. آمین، آمین، آمین. وقتی که سختی ها میاد خداوند بیشتر کار میکنه. خداوند همیشه کار میکنه، ولی در سختی ها خداوند بیشتر کار میکنه. میدونم گاهی به نظر میاد تو سختی های شخصی خودمون مشکلات پیش میاد، بعد کمتر فکر میکنیم خدا داره کار میکنه. خداوند کجایی؟ اگر هستی پس چرا من سختی میکشم؟ ولی وقتی میگذره سختی ها نگاه میکنی میبینی خدا کار کرد، ولی در سختی ها بیشتر کار کرد. خداوند در سختی ها کار عمیقی رو انجام میده، چه سختی های شخصی، چه وقتی خانوادت تو سختی میفته، چه وقتی کشور، یک جامعه، یک ملت تو سختی میفته، خداوند کارش بیشتر و عمیقتر میشه. چرا اون موقع بیشتر کار میکنه؟ مگه همون خدا نیست؟ مگه خدا فرق میکنه قبل از سختی، بعد از سختی، توی سختی؟ نه، خدا همونه. فرقش اینه من و شما قلبمون فرق میکنه. ما توی خوشی ها اگر برای ما همه چی مهیا باشه بسته تریم، مشکل ما. خدا میخواد کار کنه، بسته تریم، ولی خداوند نه اینکه بدی ها رو بیاره، میگه خداوند منشأ بدی نیست، در او حتی میگه سایه و تاریکی و نیمه تاریک و سایه روشن هم نیست، فقط نوره. حتی یه جایی هم مخلوط تاریکی باشه اصلا نیست، خداوند نوره. خداوند سختی ها رو نمیاره، ولی ما انسان ها طوری هستیم که خداوند میگه میخوای این کارو بکنی؟ میخوای این رو بری؟ خب برو ببینم. من که دوست دارم، من میخوام تو زندگیت کار کنم، من میخوام تو خانوادت کار کنم، من میخوام تو ملتت کار کنم، من برای ایران نقشه دارم، نقشه ها من براتون نوشتم، ارمیا 49 من براتون نوشتم که بدونید من برای ایران چه برکتی رو میخوام. ولی نمیخواید، آمادش نیستی. خیلی خوب، ببینم انقدر تو سر هم دیگه بزنید، انقدر تو سختی بیاید، هر موقع آماده شدید، من که از قبل آماده هستم. مسئله اینه که تو سختی ها خدا بیشتر کار میکنه، چون ما آماده تر هستیم. تو زندگی خودم بیشترین تغییرات، بیشترین شفاهای درون، بیشترین آزادی ها، بیشترین تبدیل زمانهایی بوده که تو سختی بودم. تو سختی خدا یه چیزایی رو از ما میکنه، یه چیزایی رو به ما اضافه میکنه. چرا؟ چون ما آماده ایم، آماده ایم با خداوند همکاری کنیم. وقتی به آخر خط خود میرسیم، به اول خط خدا میرسیم، خدا تازه شروع میکنه به کار کردن. و برای ایران هم همونطور که برای شخص ما این حقیقت داره، برای یک ملت هم حقیقت داره. چه چیزی رو میگم؟ اینه که وقتی یک ملت به آخر خودش میرسه، اول کار خداست. اون موقع است که خدا میگه کردید؟ امتحان کردید؟ نتیجه گرفتید؟ نگرفتید؟ آها، میخواید بازم امتحان کنید؟ خب امتحان کنید. میخواید یه راه دیگر رو امتحان کنید؟ خب امتحان کنید ببینم. من که زوری عمل نمی کنم. خدای ما هیچ وقت زوری عمل نمی کنه. عیسی مسیح هر جا که میگه، میگه هر که بخواد، هر که تشنه است، خواستن هست، تشنگی هست، میگه هر که بخواد نزد من بیا. وقتی اصرار کنیم، حتی خداوند بعضی
میگه خب چرا خدا انسانها رو به جهنم میفرسته؟ خدا انسانها رو به جهنم نمیفرسته. اتفاقا مسیح رو صلیب رفت که ما به جهنم نریم، چون ما جهنمی هستیم، مسیر ما جهنمیه، خدا نمیخواد به اون مسیر بریم. ولی برای همین عیسی مسیح رو فرستاد تا از درون اون بهشت رو از درون ما بیاره و ما رو عوض کنه. ولی پس میگی چرا بعضیا به جهنم باید برن؟ ولی خدای ما چون خدای آزاد اندیشیه، آزادی میده، میگه اگر اصرار میکنی، من که نمیخوام، من از مردن یک شریر خوشحال نیستم، من که نمیخوام تو توی جهنم و تو نابودی بری، من که این کار نمی کنم، نمیخوام برم. ولی اگه و برای همینم مسیح رو فرستادم، حرفم نمیزنم، عمل کردم، من مسیح رو فرستادم تو وارد بهشت بشی، نه فقط تو آسمان، تو همین زمین وارد حضور من بشی، نه اینکه مردی حالا بیای به حضور من، نه همین الان، همین رو همین زمین، تو همین سختی ها با من باشی. من که مسیح رو دادم، حالا میخوام شما رو به جهنم بفرستم. ولی خدا اینو میگه، اگه پافشاری میکنی که به جهنم بری، چون آزادی، من به آزادی تو احترام میذارم، کاری نمیکنم. تو تصمیم گرفتی، من هر کاری که بوده کردم. تو این شرایط میخوام از مزمور 37 بخونیم که حس میکنم به موقعیت ما در ایران میخونه. میگه سرنوشت شریران و راجع به شرارتی که الان در ایران هست میخوام صحبت بکنم و اینکه خداوند به ما میگه که چه کار بکنیم. نقش ما یا عکس العمل ما در مقابل شرارت. مزمور 37، مزمور داوود 3000 سال پیش اینو نوشته و ولی مال امروز ماست. کلام خدا همیشه زنده است و چند تا راهکار به ما میده که این هم برای زندگی شخصیمون، هم در کارمون، هم در کشورمون قابل استفاده است. اصولی که خداوند درس میده، حکمتی که خدا درس میده، کاربرداش همه جا هست، از سران کشور گرفته تا یه پدر یک خانواده. ببینیم چی میگه. میگه به سبب شریران خیشتن رو مشوش مساز و بر فتنه انگیز حسد مبر. یه دو سه تا نکنو میگه و بعد میگه چه کار بکن و بعد چند تا قول در این مزمور 37 میده. ولی اولین چیز تا میاد میگه میخواد ما رو دلداری بده، با شریر، به شرارت روبرو شدیم، با بی‌عدالتی ها روبرو شدیم، دل ما در آشوب آرامش نداریم. اول میگه که قبل از اون که با صحبت کنم، راهکار بهت بدم، راهنماییت کنم، میخوام همون اول بهت بگم به سبب این شریران خودت رو مشوش نساز. اول میگه خب شریران کیان؟ برای ما خیلی راحته، ما انسان‌ها زود تا میگیم شریران کیم، اونا شریرانن، اونا. شرارت رو در دیگران خیلی راحت میبینیم ولی نمیدونیم در خود ما هم ریشه‌های شرارت هست. در یکی از چیزهایی که باید هوشیار باشیم ما اینه که هم فکر جامعه نشیم. اینجا من صحبتم با مسیحیانه، اگر به مسیح ایمان نیاوردی، به کلیسای خداوند خوش اومدی. گوش کن، ببین راه‌های خدا چیه، با اون چیزی که باور داری خودت مقایسه کن، با اون چیزهایی که بهت گفتن خودت مقایسه کن و بعد خودت تصمیم بگیر. اگر مسیحی نیستی، خوش اومدی که داری تحقیق میکنی. حالا من این طرز فکرای که خدا برای فرزندانش، اونایی که از نو از روح متولد شدن رو میگم، خودت مقایسه کن، چون خداوند ما فرزندانش رو خونده که ما در این دنیا باشیم ولی از این دنیا نباشیم. نمیخواد ما هم شکل این جهان باشیم ولی باشیم. بعضیا میگن که خب ما مسیحیان به سیاست کار نداریم، به اینم کار نداریم، به اونم کار نداریم. میگن به چی کار داریم؟ مسیح که میگه که شما باید نور باشید. نه آخه سیاست اینه و اینه، ما مسیح نباید تو سیاست باشه، باید بیاد بیرون. خب توی تجارت چی؟ آخه تجارت هم همش دروغ و فساد و سر هم دیگه کلا گذاشتنه. پس به مسیحیان بگیم از تجارت هم لطفا بیایید بیرون، اونجا هم هست. توی هنر و میدیا چی؟ تو هنر و میدیا میدونی چقدر فساد هست؟ از هر نوع فساد تو میدیا هست، چه توی خارج کشور چه داخل کشور. اگه ما مسیحیان اینطوری فکر میکنید، بعضیا میگید من به این کار ندارم، پس همین طرز فکر رو همه جا به کار ببرید، انتخاب دیگه نکن. اگه به اون کار نداری، به تجارت هم کار نداشته باشیم ما مسیحیان، به میدیا هم کار نداشته باشیم، چون میدیا هم توش بی‌عدالتی هست، ظلم هست، فساد هست،
یعنی ما مسیحیت به هیچ چیزی نباید کار داشته باشیم. در صورتی که عیسی مسیح میگه که بروید، شما نور عالم هستید، شما نمک جهان هستید. ما به همه چیز کار داریم، ولی نه کاری که دنیا داره. روش ما فرق میکنه و هدف من امروز اینه که روش های خدا، طرز فکرهای خدا رو اقلا ما که فرزندانش هستیم ما باید بگیریم، ما باید عمل کنیم، ما باید با خدا همراه بشیم. وقتی راجع به شریر صحبت میکنیم اول باید اینو تعریفش کنیم. فرق شریر با گناهکار چیه؟ چون هر دوتاش توی کتاب مقدس هست. گناهکار کسیه که داره از نفس عمل میکنه، یعنی خواسته های خودشه میخواد به پیش ببره. ولی شریر کسیه که چه خواسته چه ناخواسته شیطانی داره عمل میکنه، نفسانی و شیطانی فرق داره. اگه البته کسی که تو نفس خیلی پیش میره بدون اینکه خودش بدونه دیر یا زود عامل دست شیطان میشه، چون نفس ما بیشتر با شیطان میخواد همکاری کنه تا با خدا. پس نفسانی و شیطانی به هم نزدیکه، ولی فرقش اینه که کسی که نفسانیه وسوسه میشه یه کاری از نفس خودش انجام بده، ولی شرارت و شریر کسیه که با وسوسه این کار نمیکنه، کسیه که نقشه میریزه برای گناه، نقشه میشه برای شرارت. با هم فرق داره. وسوسه میشی و گناه میکنی، اونجا با گناه برای گناه نقشه میکشی، اینجا برای حفظ در وسوسه در نفسانی عمل کردن برای حفظ خودش دروغ میگه که خودشو حفظ کنه. شرارت با دروغ برنامه‌شه، طرحشه، از قبل این طرح ریخته و هدفش هم فقط منفعت شخصی نیست، هدفش نابودیه، هدفش کشتاره، رد کردن و نابود کردن دشمنان و هر کی که سر راهش هست. برای حفظ خودش دروغ میگه. البته اینو باید هوشیار باشیم ما مسیحیان که قاطی دنیا نشیم که ما ایرانی ها دو دسته ای میکنیم. نه، ما معقولانه نگاه میکنیم، اشتباهات رو میبینیم، مشکلات رو میبینیم، ولی معقولانه، نه با احساسات بلکه با روح خدا مسائل رو میبینیم. چون اونایی که الان خیلی رایج شده اینه که داره این فکر رو میکنم تمام اونهایی که در دولت هستن شریرن، همه ما مردم بیگناه اینجا هستیم. خب ظلم رو میبینی ولی این نتیجهش نیست. در خود ما هم، در میان خود ما هم خیلی شرارت هست. اگر دقت کرده باشید خیلی از کارهایی که رهبران ایران میکنن و حتی در سطح وسیع در این ظلم هایی که هست بیاری ببینیم، ما هم تا حدود زیادی در بین ما هم هست. ما هم اگر دستمون برسه همین کارو میکنیم. اینی که فقط بگی اونا همه شریرن، اتفاقا اونجا هم همه شریر نیستن. هستن افرادی که در رهبری ایران هستن که دلشون درسته، دلشون برای مردم میسوزه، ولی گیر کرده چون موقعیتشو نداره، اطرافیانش اینطور نیستن. فکر نکنیم همه شریرن، اونا همه شریر، ما هم همه فرشته. واقع بینه باشیم، نه اینکه اونا مشکل ندارن. واقع بینه یعنی این، ما میبینیم هست، این از خدا نیست، ظلم از خدا نیست، بی‌عدالتی از خدا نیست، کشتار از شیطانه. اینا رو ما میبینیم، امروز هم صحبت میکنیم. فقط این روحیه رو نگیریم که مشکل اوناست. تو کلیسا میایم مشکل فقط شبانه ماست، بیچاره ها، این گله بیچاره، این کلیسای بیچاره دست کی افتاده. خیلی ساده اندیشی میکنیم و به اشتباه میریم. خداوند میخواد که واقع بین باشیم. بله مشکلات رو باید دید، اونور اینور هم باید دید و رو خودمون و رو دیگران باید کار کرد. ما فقط میخواییم رو دیگران کار کنیم. اینجا میگه شریر، فقط مواظب باشیم، شرارت کسیه، شریر کسی که داره اراده خدا رو انجام میده. یکی دو تا نکته اینجا میگم. دیروزم تو درس زندگی صحبتی کردیم ولی میخوام بیشتر باز کنم. میگه شرارت رو چجوری تشخیص میدیم از گناه؟ یه شخص گناهکاره یا شروره؟ چجوری تشخیص میدیم؟ تو غلاطیان فصل 5 میوه‌های نفس رو باز میکنه. تو غلاطیان فصل 5 باز میکنه که خب میگه کسانی که اعمال جسم، یعنی اونایی که از نفس ما بیرون میاد، اون فکر زنا، فسق، ناپاکی، بت پرستی که چیزایی رو جای خدا بگذاریم، جادوگری، فالگیری که میریم فال میگیرید، دشمنی، دستبندی ها، با هم دعوا داشتن، کینه، خشم، شقاق، دنبال جدایی، ما و شما کردن، حسد، قتل، مستی، لهو و لعب، همه اینها. بعد میگه بقیه هم، بقیه‌اش هم نمیگم.
همه این چیزها از نفس بیاد بیرون. ولی وقتی به شرارت میرسی، شرارت خود عیسی مسیح در فصل 8 و 10 کتاب یوحنا خیلی قشنگ کوتاه تعریف میکنه. به افراد مذهبی، خوب توجه کنید، به افراد مذهبی داره اینو میگه، یعنی افرادی که حس میکنن ما نماینده خدا هستیم، ما از همه بیشتر به خدا نزدیکتریم، ما قوانین خدا رو بیشتر از همه انجام میدیم، که میدادن، ظاهری هم انجام میدادن، اینا ملاهای یهودی بودن، کارهای مذهبی میکردن. به اون ملاهای یهودی داره میگه که میگه که ما فرز ما خداشناسیم، ما اصلا فرزندان خدا هستیم، تو چی میگی بیا فرزند خدا بشو، ما هستیم. خیلی الان میگم، ما میگیم هر کی به مسیح ایمان بیاره فرزند خدا میشه، میگه آقا ما قبل از اون که بیاریم ما هستیم. خب هستی، خودتو چک کن، چون اینا هم داشتن میگفتن ما هستیم، ولی عیسی مسیح مچشون رو میگه، میگه خب هستید، پس چرا این، خودتو چک کن. آدمای مذهبی، افراد مذهبی، خودمون رو چک کنیم، ما که میگیم خدا شناسیم، شما خودتون رو چک کنید. میگه شما کلام منو نمیفهمید، فصل 8 یوحنا آیه 43 میگه نمیفهمید، نمیفهمید چون که نمیخواید حرف منو بشنوید، یعنی اصلا نمیپذیرید، از اینجا وارد نمیشه که بعد روش فکر کنی ببینی حالا چی میگم. اصلا از همون اول، از همون دروازه گوش در شما، شما رد شده است، حرفای من رد شده است، مثل خیلیا که تا اسم مسیح میاد کرکرا پایین کشیده میشه، اصلا نمیخوام بشنوم. میگه نمیخواید بشنوید، بشنو فکرشو بکن، سخنای منو نمیفهمید چون نمیخواید بشنوید. بعد بلا فاصله مسیح شوخی نداره، شما از پدر خود ابلیس میباشید. چرا؟ چون خواسته های پدر خود رو انجام میدید، میخواهید به عمل آورید. او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمیباشد، از این جهت که او در راستی نیست، اصلا ذاتش دروغگوه، هرگاه به دروغ سخن میگوید از ذات خود میگوید، زیرا دروغگو و پدر دروغگویان هست. خب ما میخوایم اینجا حالا قدرت تشخیص رو بدیم. خب یه سری افراد نفسانی هستن، دیدیم اون دعواها، جنگا، خشم، نزاع، زنا، اینا مال نفسه. حالا میبینیم خب کیا بگردیم ببینیم کیا شرارت در ما و در اونها هست. دو چیزو میگه، یکی قتل، یکی دروغه. هیچ میدونستید قتل و دروغ هر دو نشانه شرارته؟ چون دروغ وسیله اول دست شریره، هر جا دروغ جای پای شریر هست، ولی هدفش با دروغ فقط این نیست که از تو سوء استفاده کنه، هدف شیطان از دروغ برای کشتنه. در فصل 10 یوحنا شیطان هدفش این نیست که جلوی تو رو بگیره، شیطان هدفش اینه که تو رو نابود کنه، اینقدر ناز نیست، اینقدر ملایم نیست که بگه خب تو خادم خدایی، آهان تو فرزند خدا شدی، آهان تو حال جلوت رو میگیرم، حالا جلوت میستم، نه کارتو کن میکنم. میکنه، ولی هدفش خیلی بالاتر از اونه. هدف شیطان کشتنه و نابود کردنه. در فصل 10 میگه که شیطان وقتی که میگه من شبان نیکو هستم، قبلش میگه دزد نمیآید مگر اون که بدزدد، بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. خصوصیات شیطان، حالا خودش با دو تا شاخ بیاد یا از طریق انسان‌ها، چون در وقتی اینجا میگه شریران، مقصودش خود شیطان نیست، مقصود انسان‌هاییه که دارن خواسته و ناخواسته اراده شیطان رو انجام میدن. ما خیلی راحت هم من نمیام بگم تو شیطانی هستی، روح شیطان در تو. من اصلا همچین حرفای از من شنیده نشده، فقط اینی که چشمای روحانی خود رو باز کنیم که جای پا و اثر انگشت شیطان رو ببینیم، تا بتونیم حالا درست عمل کنیم. درست عمل کردنش آیه های بعدیه. باید هوشیار باشیم، ما مسیح آمد چشمامون باز باشه، باید آثار جاهای پای شیطان رو هر جا دیدیم ببینیم، چه تو زندگی خودمون مشاهده کنیم و جلوش بیستیم و اون رو نابود کنیم، که آیه بعدی اینو میگه. وقتی یه نفر شیطانی عمل میکنه، من نمیام تو شیطانی هستی، رهبران اینا شیطان، این کشیش شیطانیه، نه خیلی هستن خودشون هم نمیخوان ولی دارن کار شیطان رو میکنن. اینجا هم عیسی مسیح میگه نمیفهمید، ولی باباتون شیطانه، فکر نمی کنید دارید، چون اراده اونو، پدر شیطانی خودتون رو دارید انجام میدید، خودتون هم آگاه نیستید، ولی چون دارید انجام میدید اوست، اون باباتونه، خدا بابات نیست. و بعد
در این آیه ها وقتی شیطان و شرارت رو باز میکنه دو تا دستور میده، میگه که مشوش مساز. کلمه مشوش یعنی آتش گرفتن، یعنی ترش کردن، عصبانی شدن، آتش خشم داشتن. من همینا رو لغتش رو رفتم در آوردم که بدونم بتونم درست تعلیم بدم. مشوشی که اینجا میگه نگران نیست، اینی که تو دلت یه آتشی میاد، بر عصبانیتی میاد بر علیه اون شریر. خب معلومه ایشون که کارشون درست نیست، اینا که کارشون درست نیست، ولی میگه نگذار این از من نیست. تو باید با روح عمل کنی، نه با احساسات غیظ و خشم. و میگه نکن، اجازه نده اون در دل تو جا بگیره، بدی در دل تو جا بگیره. یعنی بی خیال بشم، نه تو خدا بند داره راه حل رو میده، باید کار بکنیم، ولی نه با اون احساسات انسانی که دیگران هم دارن. دیگران تنفر، خشم، از با اون میخوان برن عمل کنن، میخوان جلوی شرارت رو با خشم هاشون بگیرن. بعد میگه بر فتنه انگیزان. فتنه انگیز یعنی کسانی که عامل ظلم و بی‌عدالتی هستن. شریر کسی که نقشه میریزه، فتنه انگیز عامل ظلم و بی‌عدالتی. کلمه ایه که در دلش خشونت هم وجود داره، یعنی اگه بخواید درست تعریف کنی یعنی کسانی که با خشونت ظلم میکنن. خب الان تو ایران اینو زیاد میبینیم، هم خشونت هم ظلمه. اینا رو کلام خدا بهشون میگه فتنه انگیز. فتنه اونا به دیگرانی که تو خیابونا میگن عاملین فتنه، ولی کلام خدا میگه فتنه طبق تعریف اونا هستن. البته بعضی هم تو خیابونا هستن همینن، باز فکر نکنیم همه بدیا اون بره همه خوبیا این بره. نه، فتنه انگیز کسی که با خشونت عامل ظلم هستش. بعد میگه حسد مبر، یعنی ناراحت نباش، بگی که خب چرا اونا کارشون پس پیش میره، کار ما مونده، کار ما پیش نمیره، چرا این شرارت اونا جواب میده، بابا خوبیای ما جواب نداد، پس ما هم بریم روش های خودشون رو استفاده کنیم. همین اول میگه مواظب باشید این مسیر رو نرید، این مسیر بر روش منی، خدای محبت، خدای عشق، خدای کتاب مقدس. ممکنه خدایان دیگه‌ای که به شما معرفی کردن ممکنه اینطوری باشن، ولی این 40 پیامبر، این 66 کتاب همچین خدایی رو معرفی نمی‌کنه. میگه حسد نبر، ناراحت نباش که اگر فعلا کارشون جلو میره، زیرا چون که مثل علف به زودی بریده میشوند و مثل علف سبز پژمرده میشن. میگه باشه الان سبزن، الان جلان، ولی تو قسمت خودتو درست انجام بده، که بعد باز آیه بعدی میگه بعد فقط بدون، ناراحت نباش، مثل اونها رفتار نکن، فقط آخر عاقبتشون رو بدون که اینا دو دسته میشن. یه سری هستن مثل علف به زودی بریده میشن، یا دو موقعیت، دو چیز براشون پیش میاد، یا ناگهان ماشین چمنزنی میاد چمنها رو میزنه، یا ناگهانی، یا به تدریج مثل علف سبز پژمرده خواهند شد. ولی بدون که این آخر، این به خصوص برای ما ایرانی ها. من اینا رو که میگم همش ارمیا 49 تو فکرمه، چون آخر کار رو میدونم، آخر کار ایران رو من میدونم، میدونم چون خدا گفته، خدا گفته ایران رو تخت پادشاهی عشق و محبت او، صلح و آرامش او بر ایران برقرار خواهد شد و ایران عامل برکت جهان خواهد بود. این آخرش رو میدونم. حالا میبینم که این مسیر به این هدف میخوره، که میگه نگران نباش این مسیر، اونهایی که نیستن، اونهایی که در ظلم هم در فتنه هستن، یا ناگهان بریده میشن، یا به تدریج خود به خود پژمرده میشن و از قدرت و از حیات و از زندگی و از اون موقعیتی که دارن خواهند افتاد. ولی تو، حالا چند تا راهکار رو میخوام با هم صحبت کنیم. میگه ولی تو بر خداوند توکل کن. اینجا چه کار بکنه میگه توکل کن. توکل نما، اول یعنی بر خداوند اعتماد کن. قدم اول، بقیهش رو تعریف میکنه، اول به خداوند اعتماد کن. تو اعتمادت اول به خدا هست؟ تو آیا دلت برای شریر چطوره؟ آیا خشمگینی؟ آیا فکر نابودیش تو قلبته؟ تایید رو نمیگم، مسائل ما میبینیم، تاییدم نمی کنیم، گناه رو تایید نمی کنیم، ظلم رو تایید نمی کنیم، ولی خدا دنبال قلب ماست. قلبت چیه؟ پر از خشم و ظلم، حسد میبری؟ حسد یعنی این که چرا اونا کارشون باید پیش بره، کار من باید پیش نره؟ خدا میگه آرامش، آرام داشته باش، ولی اول اینه که به من توکل کن.
نباشه مثل دنیا به انسانها توکل کنی، بگی این بیاد اون بیاد این بره اون بیاد همه چی درست میشه. خداوند میگه به من توکل کن، اعتمادت به من داشت، به من باشه، به انسان توکل نکن. انسان قابل اعتماد نیست. و مطمئن باش، توکل اطمینانه. به من اطمینان داشته باش، به کار من شک نکن، مطمئن باش. امید تو به من باشه، نه به انسانها. میگه بر خداوند توکل کن و نیکویی بکن. این نیکویی که صحبت میکنه دو جنبه داره. قلب یعنی نیکویی بیرونی نیست که بری کارهای نیک بکنی. راجب نیکویی درون هم صحبت میکنه. کلمه ای که یعنی تو مواظب باش از درون خودت نیکو باشی و این نیکویی تو، این رفتار تو، طرز فکر تو، عکس العمل‌ها و عملهای تو نشان دهنده اون نیکویی باشه که خدا تو قلب تو گذاشته. خدا به ما قلب نیکو میخواد بده و داده. پس نباشه ما فرزندان خدا از قلب نادرست عمل بکنیم، عمل نادرست کنیم. میگه توکل کن و نیکویی بکن، خسته نباش، نیکویی بکن. راه خدا نیکوییه، راه انسان بدیه. انسان بدی رو میخواد با بدی جواب بده، بدی رو میخواد با بدی از بین ببره. بدیه به علاوه بدی میشه دو برابر، دو بدی. بدی رو بخوای با بدی جواب بدی دو برابر بدی خواهد بود. اون یک کاسه زهر ریخته، تو هم یک کاسه زهر ریختی. تاریکی رو با نور باید شکست داد، نه با تاریکی. خیلی ها با این فکر هستن که خب این تاریکیه دیگه، این ظلمه، حالا من با یک روش دیگه مثل خودشون این ظلم رو از بین ببرم، این تاریکی رو از بین ببرم. نه، راه خدا اینه که تاریکی رو باید با نور جواب داد. نفرت رو با نفرت نمیشه از بین برد. نفرت به علاوه نفرت یعنی دو نفرت. نفرت جوابش نیکویی و مهربانی و محبته که میشه نفرت رو از بین برد. اینا راه‌های خداست. ممکنه با فکر انسانیت میگه این که نمیشه، که نمیشه، که چرا میشه و شده. هیچ میدونید همین شاگردان مسیح که با هیگیر و خیلی هاشون آدم های عادی بودن، همینا بدون کشته شدن، بدون اینه که یک نفر، حتی یک نفر رو بکشن، دنیا رو در اون دو سه قرن اول برای مسیح فتح شد، فتح کردن. میدونی اینو؟ میشه. میدونی؟ میشه. فکر کن نمیشه، میشه. هیچ میدونی تو کره 40 سال پیش تعداد مسیحیان در کره خیلی کم بود. وقتی کره شمالی و جنوبی جدا شد هر دو بدبخت بودن، هر دو بدبخت بودن. هیچ کدوم هم خدای واقعی رو نمیشناختن. کره جنوبی شروع کرد خدا رو شناختن و خدا در اون کار کرد، طوری شد که 30-40% و بیشتر مسیحی شدن و برکت داد. هر دو بدبخت شروع کردن. الان نگاه کن کره شمالی بدبخت، کره جنوبی یک قدرت جهانی از هر لحاظ، داره حتی میسیونر میفرسته. راههای خدا راههای ما نیست. نگو کار نمیکنه. فکر میکنی راههای تو کار میکنه؟ راههای انسانی کار میکنه که یه قدم بزنی بعد 40 سال بعد بگی که خب اینجا رو اشتباه کردیم، نشد. راههای خدا با راههای ما فرق میکنه. وقتی خدا عمل میکنه کره رو به وجود میاره. تازه نمیگم کره عالی ها، تازه همشون هم مسیحی نیستن، ولی خدا در اونجا کار کرده. من نیکویی بکن، بعد میگه ساکن شو، در میگه در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو. در زمین ساکن شو. ساکن شو یعنی بمونه، بیست، در نرو، همونجا باش، نور باش و این نور در نره. هر جایی که هستی بیست، هر جا که خدا تو رو گذاشته، تو خانوادت هست و نور باشی، در سر کارت نور باشی، در دولت هستی نور باشی، ولی در نرو. نگو که اینجا نیست. بعضیا میگن خب یه مسیح ایمان میاره تو سیاست، بهش میگن آبیا بیرون، تو با اینا چیکار داری؟ تو دولت ایران ایمان میارن؟ یا خودش میگه که من که خب به مسیح ایمان آوردم. بعضی از رهبران دولتی میگه من مسیح ایمان آوردم، خب این کارهایی که من اطرافم میبینم با این خدای عشق و محبت، اینا روشاشون فرق میکنه، من چیکار کنم؟ بیام بیرون. دوستاشم ممکنه بشه میگم آقا بیا بیرون. خدا میگه نه، یا بیرون. هر جا تو رو گذاشتم بیست، بیست، نیای بیرون. تو خونه گذاشته، تو خونه نور باش. تو یه شرکت هستی، تو شرکت نور باش. تو میدیا هستی، خواننده هستی،
موسیقیدان هستی، فیلمساز هستی، باش، بمون، بمون و نور و نمک باش. از سران دولت هستی، میدونم خیلی هستند از سران دولت که شاید دلشون این نیست، دلشون برای مردمه، ولی یه جایی گیر کردی. اگه امروز با تو صحبت میکنم، تو عزیز که در میان همه اونها دل تو با خداست، دل تو با مردمه، میخوام بدونی خدا تو رو دوست داره، خدا به فکر توست، خدا حساب تو رو جدا کرده و خدا میخواد اونجا باشی و با نور باشی. میگه ساکن شو، بمون. یادم یه زمانی توی کلیسا، کلیسایی که شروع کرده بودم، بعد از 9 سال که واقعا شبانه روز بود، دیگه زندگی مداده بودم، ویکندا روزای تعطیل میرفتم دم خونه مردم، تراک بدم دعوت به کلیسا کنم، سالهای سال خیلی بود. بعد از 9 سال وقتی منو از کلیسایی که خودم شروع کرده بودم بیرون کردن و گفتن نمیخوایم شبانت باشی، من گفتم خب خداوند، من کارم رو ول کردم، من تحقیقات رو ول کردم، اومدم خدمت کنم، اینا منو نمیخوان، بعد منو میخوان از کلیسا بیرون کنم، پس برم دیگه، حالا نمیخوانم دیگه، آقا برو، برم دیگه، نمیخوان بیا. مثلا صورت بعضی ها، یه درصدی از کلیسا با تنفر تو چشاشون وقتی به من نگاه میکردن با خشم و تنفر بود وقتی وارد میشدم. بله مسیحی ها میتونن اینطور باشن، مسیحی میتونه نفسانی باشه، ما یه دفعه فرشته نشدیم. و یادمه یه روز دعا میکردم خداوند، پس نمیشه، نشد، برم دیگه ها، برگردم کار تحقیقاتی بکنم یا برم یه خدمت دیگه، ولی اینجا که منو نمیخوان. و یادمه خداوند اینو یه رویا به من نشون داد، وقتی دعا میکردم یه دفعه چشمام بسته بودم دعا میکردم، یه دفعه آبشار دیدم، آبشاری آب میریخت و خودم رو دیدم در زیر آبشار، که این آب همینطور که میریخت گفتم که دیگه خسته شدم، این آب اذیتم میکنه، بیام بیرون. و اومدم بیرون و خداوند گفت نه، برو زیر آبشار بایست. تو فکر میکنی این آبشار مشکلاتته، ولی برو جلوش بایست، چون این آبشار برکت منه، آبشار روح القدس منه که داره در تو کار میکنه. بایست. خداوند اون روز به من گفت بایست، بایست، بیست، در نرو و من برای تو خواهم جنگید. ایستادم، با کسی دشمنی نکردم، مردم رو جمع نکردم، تو خونم جمع نکردم، غیبت نکردم، نیومدم بگم خب اینا من رو بیرون کردن، شما که با من دوستید بیایید با هم جمع بشیم، ما یه کاری بکنیم، اینا رو بیرون کنیم. خداوند به من گفت بیست و من برای تو خواهم جنگید، بدون اینکه من حتی غیبتی بکنم، دروغی بگم، دستبندی بکنم. خود خداوند 6 ماه بعد جواب داد و طوری شد که اونهایی که رأی داده بودن منو بیرون کنن، یه سری رفتن، یه سری با تمامی رعارا گفتن میخوایم تو شبان ما باشی. خدا میگه بیست، ساکن شو، ادامه بده، دست بر ندار، خسته نشو، در ساکن باش و از امانت پرورده شو، نیکویی بکن، به خداوند توکل کن. میخوام با هم دعا کنیم، آیه‌های بعدی رو هفته بعد بازش میکنم، چون خیلی دستورالعمل‌های شخصی کشوری تو این آیه ها زیاده. تو کجایی عزیزم؟ با خدا همراهی یا میخوای کارهای خودتو بکنی؟ هیچ میدونی عزیزان، من و شما اگر فکرهامون رو هم فکر خدا کنیم، ارادمون رو هم سوی اراده خدا بکنیم، کار انجام میشه ها. کار انجام میشه، راه های خدا جواب میده. ما نباشه این ور ما زور بزنیم ولی خدا بخواد این ور عمل کنه، نکنه ما از دنیا بگیم اینا همه دارن این کارو میکنن، مردم ایران دارن این کارو میکنن، ما فرزندان خدا، ما هم باشون همرنگ جماعت، ما هم این کارو بکنیم، در کارهای ظلمت شریک باشیم، نتیجه نمیگیریم. ما فرزندان خدا اگر با خدا همسو بشیم، ایران عوض خواهد شد. خدا این قول رو داده. آخه میگه ما تعدادمون کمه، خدا من به تعداد زیادم کار نداره، با 300 نفر 30,000 نفر رو شکست داد. همیشه با تعداد کم خدا کار میکنه. من و شما، مایی که مسیح رو چشیدیم، ما که محبت خدا رو چشیدیم، ما که راه‌های خدا رو میدونیم، بیایم با راه‌های خدا عمل کنیم، بیایم در ایران در این شرایط نور و نمک باشیم و باور داشته باشیم آخر ایران نجاته، نه نجات سیاسی و نظامی و مالی و بیان فقط یه سری دیگه بیان، نه، آخر ایران
نجات روحانیه که برکت هم پشتشه. ارمیا 49 میگه من ایران رو برکت مالی هم خواهم داد، نه فقط تخت پادشاهی من، نه فقط قلب ها ایرانی ها رو از محبت و شادی و آرامش پر میکنم، نه اینکه فقط ایرانی ها تو دنیا زبان زد باشن و باعث برکت تمام دنیا باشن، من ایران ایرانی رو حتی از لحاظ مالی. آیه آخر 49:38-39 میگه که حتی از لحاظ مالی ایران رو برکت خواهم داد. پس بیایم خودمون رو با خدا هم جهت کنیم. میایید ناامید نباشید، آن کاری که خدا سپرده رو انجام بدیم. خداوند دعا میکنم برای اون عزیزانی که در ایران نجات رو دارن، فرزندان تو شدن. خداوند چشم ها رو باز کن که نباشه فرزند تو باشیم ولی مثل فرزند تو عمل نکنیم، مثل دنیا عمل کنیم، مثل فرزندان شیطان عمل کنیم. خداوند ما رو بیدار کن، میخوایم عاملین تو باشیم. خداوند امروز باور میکنیم و اعلام میکنیم نور بر تاریکی پیروزه، حقیقت بر دروغ پیروزه. فرزندان تو با نور و نمک خود باعث برکت ایران هستند و خواهند شد. اعلام میکنیم ما عامل برکت ایران هستیم، با کسی دشمن نیستیم جز با شیطان. دشمن ما شیطانه و خداوندا این قوم خودت رو، فرزندان خودت رو در ایران مبارک کن. با من دعا میکنید بگید آمین. 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 قبل از اون که خداحافظی کنم، اونایی که هنوز در این مورد دارید فکر میکنید، میخوام دعوتتون کنم. نه من، خود خدا دعوت میکنه که امشب، امروز این نجات رو از خداوند بگیرید. از طرف خود خدا بابا، از طرف پدر با فرزند که شما هستید میخوام صحبت کنم. خداوند بابا به تو میگه دخترم پسرم، خسته نشدی؟ خسته نشدی از این دنیا؟ خسته نشدی از خودت؟ خسته نشدی از نفرت و جدایی، از خشم، از ناامیدی، از افسردگی؟ خسته نشدی از اون مواد مخدرت؟ خسته نشدی؟ اگه خسته شدی من الان آمادم. عیسی آماده است. اینا حرف نیست که بگیم. ببین من صحبتی نمی کنم، میگم حالا برین بعد دوره ببینید، بعد بشید، بعد حالا شاید در آسمان کاری بشه. بعد دارم از طرف خدا میگم همین الان، همین الان قدم رو بردار، همین الان عیسی مسیح تو رو عوض میکنه، نجات میده. همین الان شادی او بر تو میاد، همین الان آرامش او بر تو میاد. اگر میخوای، او که میخواد، او سالها منتظر تو بوده. دختر پسر عزیزم، دختر خدا هستی، خدا با چشم بابا به تو نگاه میکنه. چرا اینقدر درد میکشی؟ چرا گم شده ای؟ چرا راههای دیگر رو میری؟ امشب میگه من رو دعوت کن، خودت نتیجه رو امشب میبینی. میخوام با هم دعا کنیم. اگر میخوای و امیدوارم بخواید، هر که میخواد، مسیح میگه هر که میخواد، امشب نوبت نجات توست. پس با من دعا کن، خیلی ساده است. دعایی که اگر از قلب توی با من تکرار کنی اینه، بگی که همینو بگو، مثل من بگو خداوند خسته شدم، بگو از اعتیادم خسته شدم، خداوند از خودم خسته شدم، از گناه کردن خسته شدم، از زنا خسته شدم، از دروغ خسته شدم، از افسردگی خسته شدم، از این استراب و ترسی که بر من میاد خسته شدم، از این جدایی ها، دعواها، غیبت ها خسته شدم. خداوندا بهش بگو، بگو بگو خسته شدم خداوند. و امشب ای خداوند، و در این لحظه ای خداوند، میخوام که تو وارد قلب و زندگی من بشی. عیسی مسیح، مسیح میگه هر کی منو دعوت کنه رد نمی کنم. مسیح زنده است، دعوتش کن. بگو عیسی مسیح وارد قلب و زندگی من شو. بگو بگو، نگی نمیاد. بگو بگو عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا. اگر معتادی یا اگر مدیر یه اداره هستی یا یکی از سران کشور هستی، فرق نمی کنه، او هنوز برای تو محبته، هنوز به چشم بابا به تو نگاه میکنه. همه تون همین دعا رو بکنید، بگید که خداوند خسته شدم ولی از تو خسته نشدم، عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا. دعوت، عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا. کردی؟ و بگو خداوند خوش اومدی، به قلبم خوش اومدی. اونایی که از قلب این داره کردید، من میدونم یه اتفاقی در درون شما داره میفته، ممکنه احساسی باشه، ممکنه بدنی باشه، بدنت میلرزه، گرم میشی، ممکنه نشه، ولی داره اتفاقی میفته. و در مقابل اینو بگو، دعای آخر، از امروز من مال تو هم عیسی مسیح و تو مال منی،
از امروز من مال تو هم، متعلق به تو هم و تو مال منی. آمین؟ آمین؟ هللویا. خدا رو شکر. خدا رو شکر. اونایی که این قدم رو برداشتید حتما کتاب مقدس تهیه کنید که بخونید. اگر ندارید با ما تماس بگیرید، براتون خواهیم فرستاد. آنلاین هم هست، ولی دوست دارم با هم در تماس باشیم. شما یک دل یک صدا فریاد زدیم که خداوند رو دوست داریم و حقیقتاً خداوند مطمئنم در تک تک زندگی های ما که معجزاتی رو انجام داده، کارهایی رو کرده، حضورش اونقدر نمایان و ملموس برای من و تو کرده که امروز با شهامت و از تمامی دلمون داد میزنیم که خداوند رو دوست داریم. مرسی از عزیزان پرستش، خدا برکتتون بده. خدا شکر برای شما که شما کلی از عزیزان به شما پیام دادن، گفتن که مرسی از پیامی که دادین، آمین آمین گفتن و خیلی از عزیزان گفتن که قوت و برکت خداوند بر شما باشه و همه تشویقتون کردن و برکت براتون خواستن. خیلی هم عالی. عزیزان میخوام بهتون بگم که در حال حاضر تلفن‌های ما باز هست، شما عزیزان هم در حال حاضر میتونین به ما زنگ بزنین به روی آره از طریق برنامه زنده میتونین با ما صحبت بکنین. خواستم اینو بگم. و اینکه بله، این شما تلفن های ما هستش، 201-831-777-6080. اما اگر نمیتونین تلفن به ما بزنین، در حال حاضر میتونین به تمامی صفحه های مجازی ما مراجعه بکنین، فیسبوک ما، یوتیوب ما، اینستاگرام و همه جای دیگه، وبسایت ما میتونین برای ما پیام بزنین، کامنت بزنین، ما پیام و کامنت شما رو میخونیم و دریافت میکنیم. همینطور میتونین درخواست های دعاتون رو برای ما بفرستین. ما یه تیم دعا داریم که 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته برای تک تک شما عزیزانم که درخواستاتون رو میفرستین دعا میکنن. اما این تیم دعا برای این اتفاقات اخیری که در ایران افتاده بود به صورت مداوم، همونطوری که گفتم 24 ساعته به صورت زنجیروار دعا کردن و امروز میخوایم برای تک تک عزیزانی که از دست رفتن و نام اونها یه جورایی به گوش ما رسیده، میخوایم که دعا بکنیم برای تسلی خانواده هاشون. به طور مخصوص میخوایم تو این هفته‌ای که هستش
با تیم دعا با شما عزیزانم دعا بکنیم برای ابراهیم منصوری عزیز که ایشون متولد 1362 بودن، یک فرزند داشتن و در حین اینکه میخواستن از کارشون برگردن و از سرویس شرکتشون پیاده شدن و بیخبر از همه جا بهشون شلیک شده متاسفانه در یزدان شهر نجف آباد اصفهان. و برای خانواده این عزیز واقعا تیم دعای ما و امروز ما اینجا با شما در یه اتحاد با تیم دعا میخوایم دعا بکنیم و همینطور برای کل ایران. بعد من احیا میشه خواهش کنم برای ابراهیم منصوری عزیز و آرامش و خانواده‌اش دعا بکنین، همینطور برای کل ایران به خاطر اینکه این هفته دعای تیم دعا برای کل ایران هستش. او مایک چشم بفرمایید. خواهش میکنم. بله حقیقت ابراهیم منصوری شاید به یه نوعی بتونیم بگیم نماینده صدها نفره. خیلی آمارا زد و نقیزه. در اخبار میخوندم که حتی آقای برایان هوک اشاره کرده بیش از 1000 نفر کشته شدن و کسی هنوز خیلی آمار دقیق رو نداره، ولی میدونیم که چند صد کشته متاسفانه داده و حرف پویا بختیاری اصلا از جلوی چشم من دور نمیشه که توی اون ویدیویی که پر کرده بود دقایقی قبل از اینکه کشته بشه و جانش رو از دست بده که گفته بود من هم پسر کسی هستم. و حقیقتا هر کدوم از این عزیزانی که جانشون رو از دست دادن، هر کدوم یا بچه کسی بودن یا پدر و یا مادر کسی بودن و هر کدوم عزیزانی داشتن و امروز بازماندگان اونها بسیار داغدار هستن و چقدر دل آدم به درد میاد. و این الان من واقعا نمیتونم خودمو بذارم جای اون خانواده، هر چقدرم که بخوام واقعا من نمیتونم عمق اون درد رو حس بکنم، ولی میخوام فقط ابراز همدردی کنم و با هم دیگه دعا کنیم برای همه اون عزیزانی که عزیزشون رو در این وقایع اخیر از دست دادن. پدر به اسم عزیز عیسی مسیح اومدیم به حضور مبارک تو. ما باور داریم که تو خدای تسلی ها هستی و جمیع تسلی ها نزد توست. ما باور داریم که تو قادر مطلقی و تو هستی که میتونی در سخت‌ترین لحظات زندگی میتونی مرهمی باشی بر اون زخم های عمیق و بیپایان ما، جایی که احساس میکنیم دنیا برای ما به انتها رسیده. از دست دادن عزیز، به خصوص عزیزانی که بسیار نزدیک هستن، بسیار دردناکه و در اون لحظات آدمی فکر میکنه میگه دیگه تموم شد دنیا، دیگه هیچ امیدی برای من نیست، ولی در تو امید هست. من به طور خاص برای این عزیز آقای ابراهیم منصوری و خانوادهش در واقع دعا میکنم خداوند حضور نوازشگر تو همراه این خانواده و همچنین همراه خانواده های تمامی کشته شدگان این اعتراضات اخیر باشی. خداوند دل اون پدر مادرها، خواهر و برادرها، همسران و اون بچه هایی که عزیزانشون رو دست دادن لمس کن، در کنار اونها باش و تسلی تو رو برای ایران عزیزمون میطلبم به نام عیسی مسیح. آمین. میخواستم بگم که همونطوری که شما گفتین دقیقا ابراهیم منصوری یک نمونه هستش از هزاران نفری که متاسفانه جونشون از دست دادن، ولی هر عزیزی رو که عزیزان ما در تیم دعا اسمشون به دستشون برسه براش به طور مخصوص به طور یک برای یک هفته هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز برای تسلی خانواده هاشون دعا میکنن. بعد احیا مرسی از دعای شما، ولی دوست دارم با همدیگه یک شهادت صوتی رو بشنویم از آندریا که عزیز که شهادت جالبی داره، با هم بریم بشنویم و برگردیم. من هم در یک خانواده مسلمان به دنیا اومدم و رشد کردم. پدر مادرم تمایل به تشیع داشتن و من هم بدون اینکه بفهمم دین تشیع چی هست تبعیت میکردم. از ترس تنبیه شدن یا کم شدن نمره انضباطم توی این مراسمات شرکت میکردم. گرایش به مسیح از همون کودکی در من شکل. تصویری به صورت نقاشی در کتاب تاریخ چهارم ابتدایی داشتیم که عیسی مسیح کودکان رو در آغوش کشیده. من جذب این تصویر شده بود. شروع به خواندن ترجمه های مختلف قرآن کردم، آیاتی را دیدم که برای من قابل هضم نبود. خدا مکر میکنه و اینو در قلبم میدونستم که مکر خصلت شیطانه و خدا چجوری میتونه مکر کنه، یا بریدن دست و پا یا کشتن کسانی که از اسلام خارج میشن یا نمیخوان به اسلام ایمان بیارن.
آیه 71 سوره مریم در مفهوم کلی وعده جهنم را میده. برای من قابل قبول نبود. من شک کردم به این کتاب. اما خب قرآن یه سری کدهایی به من داده بود که من را به فکر فرو برده بود. در مورد عیسی مسیح. مثلا میگفت عیسی کلمت الله. در سوره النساء هست، سوره آل عمران هست، سوره مریم هست. یا اینکه عیسی روح اللهه. یکی عیسی از یه باکره به دنیا آمده بود، من را تحت تأثیر قرار داد. شروع کردم قرآن را خوندن و اوستا احنوبتگات ها را خوندم. سال 2014 من تلویزیون محبت را تماشا می کردم و اونجا تصمیم گرفتم که قلبم را به مسیح بدم. دعای توبه و نجات را بخونم و شروع کردم به دعا کردن و از خداوند خواستم که انجیل به من بده. و بعد از مدتی در یک کتابخونه انجیل عیسی مسیح ترجمه هزار نور رو پیدا کردم و شروع کردم به خواندن و لذت بردن از اون. یک جنگ روحانی عظیمی در من شکل گرفته بود، به قدری که تصمیم گرفتم دوباره قرآن رو بخونم و حتی دوباره برم نماز بخونم. اما شبی در خواب انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 را خداوند به من نشون داد که داشتم میخوندم. فردای اون روز مشغول خوابی که دیده بودم شده و این برای من کم کم داشت روشن میشد که عیسی مسیح خداونده. من وقتی جلسات کلیسایی شما را شرکت میکنم، روح خدا از طریق دید و رویا یا در قلبم با من صحبت میکنم. مثلا خودم را در جمع مقدسینی در حضور عیسی مسیح دیدم که جام شیر و عسل به من اعطا کردن و من هم با اونها مینوشیدم. یا دیدن بره یا کبوتر. پاس از خداوند زنده عیسی مسیح که این فرصت را گذاشت و شهادت خودم را برای شما و آمین. مرسی آندریا که عزیز، خدا برکتتون بده. عزیزان شما تقاضا میکنم که همچنان شما هم اگر دوست دارین شهادتتون رو، داستانتون رو که چجوری به مسیح ایمان آوردین و خداوند در زندگی شما تا به امروز چه کرده رو با ما در میون بگذارین و کلی آدم دیگر رو برکت بدین، صدای خودتون رو ضبط بکنین برای ما از طریق تلگرام کلیسای هفت برای ما شهادتتون رو بفرستین. ما روش کار میکنیم و اینجا پخشش میکنیم، ولی از شما تقاضا میکنم که شهادت ها بیشتر از 5 دقیقه نباشه، چرا که فضا و زمان برنامه خارج هستش. برکت خداوند با شما باشه. دعا میکنم که هفته ای که پیش رو داریم پر از حضور خداوند برای شما باشه. دعا میکنم که در خونه تک تک شما عزیزانم صدای خنده و شادی بلند باشه، به خصوص در این ایام کریسمس. قلب‌های خودتون آماده بکنین تا که برای این کریسمس آماده باشین، برای کاری که خداوند در زندگی شما آغاز کرده و قراره به کمال برسونه آماده و پذیراش باشین. برکت خداوند با شما. چون تو قدوسی.